یک های این دیدگاه ها رو آوردیم و بررسی کردیم و یک سری اشکالاتی هم بالاخره در حد وسع ما در حد توان ما آنچه که به ذهن ما میرسید که این اشکالات بر این دیدگاه ها مطرح هست اینا رو هم اشاره کردیم بنا این نیست که من ادعا بکنم که بالاخره آنچه را که من به عنوان دیدگاه مختار اشاره میکنم حقیقتا خالی از اشکال باشد اما تا جایی که به ذهن میرسد بر اساس این نقدهایی که ما اشاره کردیم این دیدگاه این دیدگاه های گذشته تا به حال مواجه با اشکال بود بله. حقیقتا نمیتوانست پاسخ برای اون سوال اصلی باشد که چرا خداوند بندگانش را در جهان آخرت کیفر میکند چرا اقاب میکند چرا به جهنم میفرستد بله. چرا اون همه مجازات های سنگین و سختی که در آموزه های اسلامی مطرح شده در است به چهار در آیات, در آیات بله به جهنم هست بله. به جهنم بله. جا اشاره به رو شدید, شدید مطرح شده است بله شدید اشاره بله. مطرح شده است ما دهها و صد ها بالاخره روایت در این زمینه داریم دهها آیه بله. در زمینه عقاب داریم خیلی با عبارت و تعابیر شدیدی هم در آموزه های اسلامی ما چه آیات و چه روایات این عقاب ها مطرح شده از چرا بلغرد این دیدگاه ها نمی توانست در حقیقت قانع کننده باشد از نظر من حقیر که تا به حال بررسی کردم مواجه با اشکالات بود دیدگاه دیگری هم در این زمینه مطرح است که اشاره بکنم این دیدگاه هم دیدگاه دهم ده است. هست در حقیقت دیدگاه نهم نه و دیدگاه دهم ده هر دو تا با یک نگاه ارفانی مطرح شده است همچنان که دیدگاه نهم بالاخره عقاب را مظهر بعضی از اسمای الهی مثل شدید العقاب بودن دیان بودن قهار بودن چون اینها از صفات خداوند از اسامه خداست بله. مظهر اینها میدانست چنانچه مثلا سواب را مظهر رحمانیت و رحیمیت خداوند میدانست چون خداوند رحمان و رحیم است رعوف است مهربان است لذا مظهر او می شود سواب مظهر دیان و اقاب و شدید و و دیان بودن می شود اقاب این نگاه نگاه بود ارتباط تکوینی بین اون صفت و این که باید اون صفت یک بروز و جلوه بیرونی داشته باشه بین صفت بله بین صفت خداوند و سواب و اقاب رابطه تکوینی قائل بود درست. ما گفتیم که اگر قرار باشد بین خود عمل ما با ثواب و عقاب رابطه ای تکوینی باشد این بحث دیگری است که میرسید اما اونها به یک نحوی از لازمه سخن اونها اینطوری استفاده میشد که بین صفت خداوند و اسم خداوند با سواب اقاب یک لازمه تکمینی هست آتش سوزاننده هست باید بسوزانه خداوند که قهار هست باید این, باید این قهاریتش باید یه بروزی یک یک جلوه, یک نمودی داشته باشد یک جلوه یک ظهور و بروزی داشته باشد رحمانیت و رحیمیتش هم باید جلوه و ظهور و بروزی داشته باشد که جلوه رحمانیت و رحیمیت می شود ثواب پاداش جلوه بهشت. بهشت. جلوه بهشت قهاریت و دیانیت او می شود مثلا عذاب اقاب جهنم و مجازات و امثال ها این دیدگاه دیدگاه عرفانی بود دیدگاه دهم هم در حقیقت یک روی کرد و نگاه عرفانی به این مسئله داره و با یک نگاه عرفانی خواست است به اون پاسخ به اون سوال اصلی پاسخ بگوید که چرا خداوند بندگانش را اقاب می کند این ها آمدن این گونه اقاب را توجیه کردن که اقاب مایه تصفیه و تطهیر نفس آدمی است انسان نگاه کنید بینندگان محترم ما که در مطالعات قطعا دینی دارن یا بالاخره در صحبت های علمای دینی این مسئله رو شنیدن و مطالعه کردن و بالاخره یا در کتاب ها خواندن تکالیف برای این است که ما را به رشد و کمال برساند اگر ما به تکالیف عمل کردیم در مسیر کمال حرکت کردیم اما اگر به تکالیف عمل نکردیم گاهی ما از اون مقام کمال و مقام قرب به حضرت حق و مقام قرب و نزدیک شدن به خداوند دور می شویم بله. کمال این است که ما هرچه رابطه ما به خداوند اگر نزدیک شد این کمال است این نال الله و این راجعون را ما هم در عالم دنیا باید به با اون سمت حرکت بکنیم و هم در عالم آخرت پیش خدا باز میگردیم بله. کمال ما این است معصیت مانع اصلی است که ما را از این کمال باز میدارد معصیت مانع اصلی است که ما را از این کمال باز میدارد ما را از خدا دور میکند از مقام قرب به حضرت حق قرب به خداوند و از اون کمالی که بالاخره فلسفه زندگی ماست فلسفه خلقت ماست فلسفه ای ایجاد ماست درست گناه مار از او دور میکنند این دیدگاه این سخن رو گفتن چون گناه مار از قرب و نزدیکی به حضرت حق دور میکند پس باید این نفس پالایش شود این نفس تصفیه شود ما یک مثال ساده خدمت شما و بینندگان محترم ارز بکنم شما در نظر بگیرید ممکن است مواد معدنی را که تازه از اون کوه و بالاخره از دل مثلا سنگ ها در می این خالص و ناخالص دارد بله این طلایی که از دل کوه بالاخره از معدن استخراج میکند قطعا فراوان ممکنه ده درصد او طلا نباشه بسیار زحمت درصد زیاد داره 5 درصد او طلا نباشه یک از کارهای سخت بسیار کار استخراج طلا هست 90 درصد 95 درصد 98 درصد 99 درصد اون ناخالصی است بقیه بالاخره اه حتی آهن بقیه معادن را هم وقت میگیرد ناخالصی های فراوانی داره اینها باید در کوره قرار بگیرد در اون حرارت صد درجه و چند صد درجه و گاهی هزار درجه قرار بگیرد زوب شود آب شود تا خالصی و ناخالصی از او جدا شود تا طلا و غیر طلا جدا شود ها. تا مس و غیر مس آهن و غیر آهن جدا شود یک امر طبیعی است در زندگی دنیایی ما این گونه است نفس ما هم همین گونه است این دیدگاه عرفانی میگوید نفس ما هم همین گونه است نفس ما هم با گناه کردن ناخالص می شود آلوده می شود ناپاک می شود بله. برای این که این ناخالصی از نفس ما زدوده شود برای این که نفس ما پاک شود از این آلودگی هایی که بر نفس ما نشسته است ما را از قرب حضرت حق دور کرده است مانع از رسیدن ما به کمال شده است این مانع رو ما باید برداریم راه برداشتن این مانع چیه؟ یه باید تصفیه شود راه تصفیه شده میشه اینه که یک مدت باید عذاب شد یک مدتی باید عذاب شود عذاب شود بله, بله. عذاب شود تا بالاخره اون خالصی اون خالصی او گرد و غبار او گرد و خاک که بر نفس اون نشسته است او آلودگی هایی که بر نفس او نشسته است این باید پاک شود